قربت حضرت خدیجه چند بار اشک فاطمه رو در آورد؟ چند بار. و یکی از این نوبت‌هایی که گریه کرد فاطمه، که بعد مادرش رو گفته بودن، راضی نیستی که مادر تو مادر امامته؟ این تعبیر در عربی ما هم میگیم صله رحم، ولی چیز نیست که رحم مادر تو جایگاه و وعاء امامت بوده، ظرف امامت بوده. زنی به این بزرگی، به این بلندای شخصیت، مقام، خیلی حضرت خدیجه قریبه. من فکر میکنم وقتی ما سر سفره میشینیم باید ببینیم این سفره رو کی پهن کرده، چه کسی این حلوا رو پخته، چه کسی این آب و چای رو آورده، یه احساس دینی کنیم، یه احساس تشکری داشته باشیم. این سفره اسلام شجاعت علی ابن ابی طالب، اخلاق رسول خدا و سخاوت حضرت خدیجه، ما نمیتونیم اینها رو ندید بگیریم. یعنی اگر نبود سخاوت خدیجه کبرا، آقا ببینید خدا احساس دین میکنه به خدیجه. من فکر نمیکنم برای غیر خدیجه این اتفاق اصلا نیفتاده، نیفتاده. وقتی که به رسول خدا، حالا نقلی هست که فاطمه به بابا بگویه، عرض کردن که یا رسول الله دوست دارم برای کفن من اون عبایی رو که تنتون بوده، لباسی رو که پیراهنی که تنتون بوده که وحی بهتون نازل شده، اون رو کفن من قرار بده. حضرت خدیجه فرمود. حد چند روز بعد از شعر ابی طالب. ببینید همه این بزرگان میدونن که بزرگواران که حضرت خدیجه ثروتش بی‌نظیر بوده. این دوشیزه مکرمه‌ای که خواستگاری همه اعلام و اشراف و اعیان عرب رو همه رو کنار زد، هیچ کیو قبول نکرد، بعد اومد همسر یک یتیم دست خالی بی پشتوانه مالی شد، باعث شد تمام زنان اشراف عرب به او قهر کردن، گفتن تو خواستی خفت بدی به مردهای عرب که با این ثروتمندا ازدواج نکردی. به بعضی از دوستانش گفته بود که من در این مرد نور نبوت رو میبینم. موحد بودن. او از بس ثروت داشت ملکه عرب بود، ملیکت العرب. این خانوم تمام ثروتش رو فدای پیغمبر کرده، همه دار و ندارش رو فدای پیغمبر کرده، فدای اسلام کرده، فدای خدا کرده، بدون هیچ چشم داشتی، نه منتی گذاشته نه چشم داشتی. وقتی یه عبا میخواد از پیغمبر، از شوهرش، برای کفن، برای کفن روش نمیشه بگه. 25 سال زندگی. ببینید رسول خدا 25 سالشون بوده با خدیجه کبرا، که او هم یا 22 سالش بوده، تو همین هول و هوش سن شاید بوده، که ابداً 40 ساله نبوده. نه اصلاً این جزء دروغای تاریخ. اینو بعد راجبش هر دو تا دروغ داریم، یکی این که او 40 سالش بوده، یکی این که او قبل از پیغمبر با کسی ازدواج کرده. شما تو زیارت وارث میخونید که ما شهادت میدیم شما نوری بودی در اصلاب شامخه و ارحام مطهره‌ای که هیچ وقت آلوده به نجاست جاهلیت نشده است. هیچ وقت. او انسان بی‌نظیر. دروغ براش گفتن. ما این موضوعی که داریم میگیم 10 سال بعد از هجرت، یعنی 1396 سال هجری شمسی قبل رحلت حضرت خدیجه، این خانوم تمام ثروتش رو داده به رسول خدا، میگه اگر میشون با خجالت، اونم پیغمبر ناز میکشه، حالا بگو چیه خواستت، میگه اگر میشون عبا رو کفن من قرار. وقتی که خدیجه از دنیا میره، جبرئیل نازل میشه، میگه خدا به تو سلام میرسونه، تو رو به صلواتش مخصوص کرده، به تو تحیت و اکرام داره، ولی یک پیامی من از طرف خدا آوردم. میگه حالا که صحبت کفن خدیجه است، کفن خدیجه با منه، با من خدا. خدیجه همه مالش رو به من داده، من براش کفن از آسمون میفرستم، که اون کفنی که اومد برای 5 نفر استفاده شد، برای خدیجه کبرا، برای رسول خدا، برای فاطمه زهرا، برای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و برای امام مجتبی جانم به فداش. خب یه نکته لطیفی تو این روایتی که میگن به فاطمه گفته بابا بگو برای من لباسش رو کفن کنه، پیروهنش رو کفن کنه، فاطمه زهرا همین کارم برای حسین کرد.
گرفتم، اشک جاریه، گفتم اینو بگم برات که پیراهن براش در نظر گرفت. وصیت کرد به زینب که وقتی میخواد بره این پیراهنه بهش بده. خدیجه کبرا سلام الله علیها مظهر تمام نیکی ها، تمام خوبی ها، تمام بزرگی هاست. جامعه ما نیاز داره خانوم ها، آقایون، زن و شوهرها، هیچ زن و شوهری رو در عالم سراغ ندارم. به کلمه هیچ که میگم دقت کنید، این همه زن و شوهر عاشق ما در بین اولیامون داریم، مثل حضرت خانوم رباب سلام الله علیه، جانم به فداش. رباب که ما فارسا میگیم رباب، حالا ما به زبون خودمون حرف میزنیم، اون امام حسین به شدت دوستش داشت. حتی رابطه صدیقه طاهره و امیرالمومنین، این دو نور پاک، این رابطه رسول خدا و حضرت خدیجه یک رابطه عاشقانه ای که همه دیدن و نقل کردن. ای جان حضرت زهرا سره، اصلا خودش سره، فاطمه لیله قدره، فاطمه خودش سره و سر ولی شده ای هم در خودش داره. اصلا فاطمه کلن سره و در سره و من عرف فاطمه فقط ادرک لیلت القدر. امیر المؤمنین و زهرای مرضیه این همه عاشق بودن نسبت به هم. در فراغ فاطمه چند بار سخن از امیر المؤمنین نقل شده، در فراغ خدیجه بارها و بارها و بارها نقل شده. خیلی حرف. ببینید، این یکی از همسران پیغمبر نقل میکنه، میگه هر روز پیغمبر در خونه رو میخواست بره بیرون یاد خدیجه میکرد و اغلب با یاد خدیجه گریه میکرد. آقا این روایت رو من فکر میکنم خیلی از این مردم عزیز ما نشنیدن که امیرالمومنین میفرمود هر وقت جنگ شدید میشد، قرمز میشد، سرخ میشد، ما نلوز و پناه میبردیم به پیغمبر. من علی ابن ابی طالب میرفتم پشت اسب پیغمبر، پناه میبردیم به پیغمبر، میترسیدیم اگر ترسی به لشکر میافتاد همه پناه به پیغمبر میبردن. بابا این شجاعت پیغمبر. امروز قبل از افطار حضرت آقا یه یادی کردن از اون جنگ غزوه بعد از احد که خیلی ترسیدن. رسول خدا فرمودن فقط زخمیای احد بیان، هر کی هم میخواد نیاد نیاد، اگر هیچ کدومتون هم نیاد تنها میرم. جانم. این صحبت از این مرده، این شجاعت، این بزرگی، اون قلب بزرگ، قلبی که قرآن در اولین و آخرین بر قلب او نازل شده، یعنی بزرگترین قلب، لطیفترین روحه، با عظمتترین شخصیته. این زن چه زنیه که این مرد به پناه او افتخار میکنه؟ این پناه براش پناه بوده، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار. کلام رسول خودم که مبالغه درش نیست. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این حقیقت. در معراج وقتی پیغمبر برمیگشت به جبرئیل رو کرد، گفت تو زمین کاری نداری؟ گفت فقط یه حاجت دارم. یه حاجت چیه؟ گفت میری زمین، سلام من و سلام خدا رو به خدیجه برسون. این زن عظمتش یه عظمتی از جنس انسان‌های صرفاً کسی که بذل مال می‌کنه نیست. احسن، این نکته خیلی عزیز. او صرفاً بذل مال نیست. بله، او انسان کامله. برای ما چون به ما این تصویر فقط دیدیم. آفرین، ما ببینید به قول معروف برای درس زندگیمون می‌خوایم نگاه بکنیم، میگه او بهترین مادره. او سخاوتمندترین انسانه. او مادر مهربان همه ماست. حضرت خدیجه چیزی جالب آقا رسالت برای امیرالمومنین مادری کرده. اون روزگاری که حضرت ابوطالب وضع مالیش خراب بود، بچه‌ها هر کدوم رفتن تو خونه یکی از فامیل، گفت عقیله بذارید برای خودم هر کدوم. امیرالمومنین تو سن خردسالگی اومدن تو خونه پیغمبر، رسول خدا براش بابایی میکرد، خدیجه کبرا براش مادری میکرد. این دلبستگی که امیرالمومنین، چون وقتتون هم تمام، من خیلی وقتتون نگیرم، که امیرالمومنین بعد از رحلت حضرت خدیجه، جناب ابوطالب علیه السلام آخر رجب از دنیا رفت، یک ماه شعبان، 10 روز از رمضان گذشته، خدیجه کبرا که از دنیا میره، امیرالمومنین در رسای این دو نفر شعر میگه.
وقتی خدیجه از دنیا میره پیغمبر میگه آمول حزن، نه روز عزا، سال عزا.